این هفته جستجو به دنبال جستجوی کرونا، تیک تاک ساعت برای آموزش در تیک تاک و کندوکاو دومین بخش از آخرین بازمانده ما. خوش اومدید به کلیک. من نیما اکبرپور هستم. این روزا دیگه خیلی عادی شده همین که یک سوالی برامون پیش میاد، میریم سراغ اینترنت و یک موتور جستجو و سوالمون رو اونجا وارد میکنیم تا به پاسخ برسیم. امروزه اون جایی که میریم سراغش معمولا گوگله. در واقع گوگل چنان بزرگه و انقدر اطلاعات داره که میتونه به هر کسی دید خوبی از بحث‌های مطرح روز بده. و حالا دانشمندان دارن بررسی میکنن که آیا میشه از جستجوهای مربوط به برخی از مشکلات پزشکی خاص بروز موج دوم کووید 19 رو پیش بینی کرد یا نه. در بریتانیا جستجو درباره از دست رفتن حس چشایی و بویایی داشت پیش از دستور خانه نشینی به اوج میرسید، یعنی خیلی قبل تر از اینکه علائم به این بیماری رفت داده بشن. مدل‌های ما که با استفاده از داده‌های مربوط به جستجوهای اینترنتی ساخته شدن، حدود 17 روز پیش از افزایش شدید رسیدن موارد ابتلا به کووید 19 در 8 کشور به اوج رسیده بودند. بر اساس همین مشاهدات بود که با خودمون فکر کردیم اگه موج دومی بروز کنه، شاید بتونیم با بررسی جستجوهای اینترنتی از قبل درباره‌اش هشدار بدیم. اونا دارن سعی میکنن بفهمن که جستجوهای اینترنتی چه چیزی درباره پیشرفت بیماری میتونه به ما بگه. البته کار پیچیده تر از اونیه که بگردن دنبال واژه‌هایی که بیشتر از بقیه جستجو شدن. برای مثال جستجوی اطلاعات راجع به از دست دادن حس چشایی و بویایی یک بار دیگه هم به اوج رسید، اما این یکی بعد از ربط پیدا کردن این علائم به بیماری بود. دکتر لامپوس هزاران واژه رو بررسی کرد و فهمید که لازم نیست برای کشف موارد شیوع بیماری فقط به موارد بدیهی تکیه کنیم و کسانی که میتونن این موارد رو کشف کنن هم لزوماً آدمای معمولی نیستند. پاتریک برلینکت پژوهشگر نیست، بازاریابه و از گوگل ترندز هم استفاده نمی‌کنه. ابزار مورد استفاده او گوگل ادز که بسیار قوی تره. ما در یکی دو هفته اخیر در ایالت‌های جنوبی آمریکا شاهد افزایش تعداد موارد ابتلا به بیماری بودیم. در آریزونا جستجو واژه‌های مربوط به نابویایی 400% افزایش داشته. در کارولینای جنوبی 300%. از طرف دیگه ما در یکی دو هفته گذشته شاهد کاهش موارد ابتلا در میشیگان بودیم. چه هنگام افزایش و چه هنگام کاهش ارتباط خیلی دقیق بوده. هیوستن یکی از نقاط واقعا برجسته است و از روز اول ژوئن موارد جستجوی مربوط به نابویایی 3 برابر شده. میتونم همه کلمه هایی رو که با کلید واژه ربط دارن ببینم. مردم از جمله های خیلی مشخصی استفاده میکنن. مثلا میپرسن از سه شنبه دیگه هیچ بویی حالیم نمیشه، چیکار کنم؟ یا حس بویایی و چشاییم رو از دست دادم، معنیش چیه؟ این نوع جستجو هست، اما چیزی که نشون بده این افراد اصلاً میدونن نابویایی چیه یا احیاناً در اخبار چیزی شنیدن وجود نداره. و در بعضی نقاط دنیا که اطلاعات بهداشت رسمی وجود نداره، داده‌های مربوط به جستجوهای اینترنتی چیزهای عجیب و غریبی نشون میدن. رئیس جمهور تانزانیا یکی از معدود رهبرانیه که هنوز میگه این بیماری جدی نیست، اما تحلیل جستجوهای مربوط به از دست رفتن حس بویایی به ما نشون میده که اتفاقا تعداد موارد ابتلا به کووید 19 خیلی خیلی بیشتر از چیزیه که آمارهای رسمی دولت تانزانیا نشون میده. تحلیل موتورهای جستجو حتی میتونه نشون بده که کدوم یک از تمهیدات دولت بیشترین تأثیر رو بر شیوع بیماری گذاشته. ما میبینیم که مثلا فاصله گذاری اجتماعی و بعد هم دستور قرنطینه‌ای که در بیشتر کشورها صادر شد مؤثر بودن. و در بعضی از کشورها فاصله گذاری اجتماعی به تنهایی میتونست جواب بده و مؤثر باشه.
برای همین شاید بشه گفت که قرنطینه سفت و سخت لزوماً بهترین تصمیم نبوده. اما خب با اطمینان نمیشه چنین ادعایی کرد. But again, we cannot be sure about that. اداره بهداشت انگلستان حالا در برخوردش با کووید 19 به یافته‌های کالج دانشگاهی لندن هم استناد می‌کنه. مهمه که تأکید کنیم این پژوهش نسبتاً تازه است و احتمال اشتباه زیاده، اما به نظر می‌رسه که می‌تونه در کنار روش‌های سنتی‌تر به ابزاری قدرتمند تبدیل بشه. تیک تاک یک شبکه عظیمه که صدها میلیون عضو داره که کارشون ساخت ویدیوهای عجیب و کوتاه. چند وقتی میشه که توجهمو جلب کرده. شاید فقط مشکل من باشه، اما من تا میام یک شبکه اجتماعی جدید رو یاد بگیرم و با زبونش آشنا بشم و دوست و فالوور جمع کنم، یک شبکه اجتماعی دیگه از راه میرسه. اینه که من فقط اون تو یک حساب کاربری ساختم و دیگه گذرم به اونجا چندان نیافتاده. انگار که هر نسلی شبکه مورد علاقه خودشو داشته باشه. والدین عزیز، بچه‌های شما تو فیسبوک نیستند. میدونین چرا؟ برای اینکه شما توش هستید. تیک تاک یک شبکه اجتماعی که چند وقت کارش حسابی گرفته، به طور سنتی برای ویدیوهای موزیکدار و سرگرم کننده به کار می‌رفته، اما گویا قراره که یک تغییراتی بکنه و یه مقدار جدی‌تر بشه. با وجود اینکه ترجیح دادن شوخی و سرگرمی به خبر و سیاست یه جور حواس‌پرتی مفید در زمان همگیری بوده، اما تیک تاک تصمیم گرفته روی کرد خودش رو عوض کنه و یک ابزار آموزشی به نام Learn on TikTok یا با تیک تاک بیاموز به اپ اضافه کنه. ما میخواییم Learn on TikTok یه برنامه بلند مدت بشه، یه جور سرمایه گذاری روی شرکا و تولید کنندگان محتوا، از جمله مؤسسات آموزشی مثل English Heritage و دانشگاه کمبریج و تولید کنندگان حرفه‌ای محتوا و همچنین کسایی که همین الان هم روی TikTok محتوا تولید میکنن. ما داریم با یه سری از شرکامون که تمرکزشون بیشتر روی آموزش کار میکنیم، مثل دانشگاه کمبریج. هدف این محتوا طبعا بچه‌های مدرسه یا دانشجو خواهد بود، اما ما میخوایم محتوای متنوع و تخصصی زیادی داشته باشیم که مثلا روی مهارت‌های زندگی یا چیزهای جالب تمرکز داشته باشن. موضوع اصلی به نظر ما استفاده از قدرت تیک تاک برای یادگیریه، یعنی از جلوه‌ها، توانایی‌های صوتی، قدرت تدوین و جلب مخاطب استفاده بشه. یعنی همه ابزارهایی که ویدیوهای تیک تاک رو بامزه و جذاب می‌کنن. مؤسسه میراث انگلستان یکی از همکاران تیک تاک محسوب میشه. خیریه‌ای که بیش از صدها مکان تاریخی رو در بریتانیا مدیریت میکنه و میدونه که از طریق شبکه‌های اجتماعی میتونه به مخاطبان جوانتری دسترسی پیدا کنه. به نظر ما تیک تاک برای جوان‌ترها فضای امنیه که میتونن توش داستان‌هایی رو که شاید براشون مهم‌تر باشه پیگیری کنن. مثلا تاریخ سیاه‌پوستان یا روایت‌های مربوط به بعضی از این اماکن که موضوعات LGBT دارن و همچنین تاریخ زنان. به نظرم محیطی امن و خوشایند برای پیگیری این داستان‌هاست. این هفته وایت کسل، یکی از قدیمی ترین رستوران های فست فود زنجیره‌ای در آمریکا، اعلام کرده که ربات فلیپی رو ماه سپتامبر در یکی از مراکز خرید شیکاگو آزمایش میکنه. شرکت چینی اوپو خبر از سیستم فوق‌العاده سریع 125 واتی شارژ باتری داده که میتونه یک گوشی رو در عرض 20 دقیقه کاملا شارژ کنه. و محققان کارنگی ملون تکنیکی رو به نمایش گذاشتن که نشون میده چطور ربات‌ها گرفتن اجسام براق و شفاف رو با استفاده از یک سیستم دوربین رنگی جدید یاد میگیرن. این هفته همینطور حساب‌های توییتری معروف ظاهراً با هدف کلاهبرداری بیتکوینی هک شدن. اوباما، ایلان ماسک و بیل گیتس از جمله قربانیان این نفوذ اینترنتی به توییتر بودن. جسد مسله شده فهیم صالح، مدیرعامل و کارآفرین، در آپارتمانی در نیویورک پیدا شد. فهیم صالح بنیانگذار شرکت بنگلادشی پتها و استارتاپ نیجریه‌ای گوکادا بود. تیم سی سیل ام‌آی‌تی از یک گیره روبوتیک رو نمایی کرده که اجزای نرم و حساسش میتونه با مهارت سیم‌ها رو جابجا کنه. تیم سازنده امیدواره در آینده این ربات بتونه گره بزنه یا از تواناییش در عمل جراحی استفاده کنه. و در آخر یک ربات همنشین دیگه این هفته کارش رو شروع کرد. این شما و این استرچ آر ایوان.
این ربات که توسط یکی از کارمندان سابق گوگل درست شده 23 کیلو وزن داره و میتونه در کارهای خونه کمک کنه یا حتی با سگ‌ها بازی کنه. استرچ اولین ماشین ساخت شرکت هلو رباته. اگه کسی بخواد برای فرار از قرنطینه بره سراغ گیم، بعید میدونم بازی رو انتخاب کنه که موضوعش همگیری یک بیماری در دنیا باشه. این همون مسئله بود که تولید کنندگان گیم Last of Us رو واداشت تا عرضه قسمت دوم این بازی رو به تأخیر بندازن، اما بعداً بخش‌هایی از این بازی جریانساز در اینترنت لو رفت و اونا مجبور شدن که بدون توجه به کرونا بازی رو روانه بازار کنند. منتقدا ازش خیلی تعریف کردن، اما آیا ارزش این همه سر و صدا رو داشت؟ مارک چزلاک رفته دنبال پاسخ این پرسش، ضمن اینکه همکار دیگرم علیرضا واصفی به زودی مرور مفصل بر این بازی خواهد داشت. 25 سال بعد از یه همه‌گیری جهانی ویرانگر، طبیعت دوباره زمین رو مال خودش کرده. ساختمان‌ها خالی افتادن و خرابه‌های دنیای سابق شما رو احاطه کرده. خطر داخل هر مغازه متروکی و هر زیرزمین ترسناکی کمین کرده. یا از طرف دیگر بازماندگان، یا از طرف انسان‌هایی که به خاطر ابتلا به یه عفونت قارچی به هیولهای گوشتخوار تبدیل شدن. به نظرم دلیل محبوبیت قسمت اول بازی آخرین بازمانده از ما اینه که یک کار نو کرده که در اون زمان به معیاری برای طراحی بصری و وفاداری به واقعیت بین بازی‌های پلی‌استیشن تبدیل شده. اما فرای اینها به داستانی راجع به وظایف والدین، کشف مجدد معنی عشق و محافظت تبدیل شده. شما در بیشتر زمان بازی اول با شخصیت جوئل بازی می‌کنید، اما این بار تمرکز روی الیه. قسمت اول اساساً یه سفر جاده‌ای حماسی بود برای محک زدن عشق پدری و کارهایی که شما حاضرید برای حفظش بکنید. موضوع قسمت دوم اما انتقامه و تأثیرات ناسالمی که روی همه چیز میگذاره. هیلی گراس، مدیر خط داستانی این بازی، سابقاً در سینما و تلویزیون کار میکرده و چند قسمت از سریال وست ورلد رو نوشته. یادم 4 سال پیش با نیل دراکمن جلسه داشتیم و اون برام داستان بازی رو شرح داد. هدف این بود که درباره همدلی حرف بزنیم، درباره قبیله گرایی حرف بزنیم و اینکه چقدر راحت میتونیم وقتی خودمون رو جای یه نفر دیگه میذاریم نگاهمون رو هم عوض کنیم. این بار الی به خرابه‌های شهر سیاتل میره که گروه‌های مختلفی از انسان‌ها بین خودشون تقسیمش کردن و انسان‌های بیمار همونجا هستن. زنده موندن بدون پیدا کردن تجهیزات و تدارکات و در این حال ساختن سلاح‌های بداهه غیر ممکنه. همیشه هم تعداد دشمنان از شما بیشتره و هم اسلحه‌های بهتری دارن. برای همین دقت به تحرکاتشون، استفاده از حواس پرتی‌های زیرکانه و درگیری‌های زیرزیرکی خیلی مهمه. از اون چیزاست که توی فیلم‌های نسبتاً خیلی ترسناک یا خیلی مهیج می‌بینید. چیزی که آخرین بازمانده از ما رو جذاب می‌کنه اینه که راحت از کنار خشونت رد نمی‌شه. انگیزه پشت سر این خشونت رو بررسی می‌کنه و به همین خاطر خیلی بازی راحتی نیست. این بازی شما رو به چالش می‌کشه چون همیشه در حال خوشگذروندن نیستی. ما در این حال می‌خواستیم به شما بفهمونیم که انتخاب توی بازی هزینه داره، مثل زندگی واقعی که انتخاب بدون هزینه نداریم. برای همین اگه یه کاری می‌کردیم که این خشونت حس خوبی بده، تأثیر کلیش روی شخصیت‌هایی که تو دنیای بازی زندگی می‌کنن دیگه به چشم نمیاد. این بازی در این حال دنیای متنوع تری رو به تصویر می‌کشه. تنوع نژادی بین شخصیت‌ها دیده میشه. یه شخصیت تراجنسی داره و الی با یه شخصیت جدید به نام دینا رابطه همجنسگرایانه داره. ما واقعا میخواستیم فرهنگی که اطرافمون هست رو بازسازی کنیم. فرهنگ LGBT در زندگی روزمره دیده میشه و بودنش برای ما مهم بود. رونمایی این بازی به خاطر همه‌گیری جهانی کووید 19 در دنیای واقعی به تأخیر افتاده بود که ناگهان کلی اطلاعات درباره بازی به اینترنت درز کرد.
تصاویر بازی، موضوعات مهم داستانی و حتی نحوه اتمام بازی هم جزو این اطلاعات بود. شایعاتی بود که کار یکی از کارمندان ناراضی شرکت نوتی داگ بوده یا حتی یه جور ترفند تبلیغاتی، اما اصلا همچین چیزی نبود. به نظرم هیچ تأثیر بدی روی تجربه بازی نمیذاره و خیلی هایی که مدعی شدن میدونن تو بازی چه خبره در واقعیت اصلا تو باغ نیستن. سونی میگه نه کسی از کارمندان نوتی داگ مسئول این کار بود و نه کسی از کارمندان خودش. قسمت اول لست آف آس یا آخرین بازمانده از ما تصور خیلی ها رو از حد و حدود داستان پردازی در بازی های رایانه‌ای عوض کرد. این روند در قسمت دوم هم ادامه داره، اما از الان بدونین که یه تجربه شاد در انتظارتون نیست. همه‌گیری ویروس کرونا صنعت فیلم و سینما رو حسابی مختل کرده. نه فیلم چندانی ساخته میشه، نه سینمایی بازه. فیلم‌هایی مثل واندر وومن 1984، بیوه سیاه و زمانی برای مردن نیست، همگی قراره که با تأخیر و در اواخر سال روی پرده بیان. جیمز بوند. So you're not dead. Hello, Q, I missed you. و تخمین زده میشه که صنعت جهانی فیلم تا امروز بیش از 10 میلیارد دلار ضرر کرده. اما این مشکل فقط گریبان سینما رو نگرفته. اخیراً با جوزف گوردون لویت، ستاره فیلم‌هایی مثل تلقین و شوالیه تاریخی برمی‌خیزد، صحبت کردیم. او تنها 3 هفته بود داشت روی یک برنامه جدید تلویزیونی کار می‌کرد که کار به خاطر ویروس کرونا تعطیل شد. It was frustrating to have to stop that. تعطیلی کار اعصابم رو خرد کرد، اما ناامیدی خیلی سریع جای خودش رو به این فکر داد که من چیزی برای شکایت ندارم. الان خیلی‌ها دارن سختی می‌کشن و من در این وضعیت یکی از خوش شانس‌ها محسوب می‌شم. خب داریم ضبط می‌کنیم. سلام به همگی، من خونم. هالیوود که تعطیل شد، او روی اینترنت تمرکز کرد. خب می‌خوایم همگی با هم یه برنامه بسازیم. شما می‌تونید تو این سریال کوتاه 5 قسمته نقش داشته باشین. هر قسمت 10 دقیقه است. خیلی وقت پیش با برادرم یه فضای آنلاین به نام هیت رکورد درست کرده بودیم که حالا به یه محیط بزرگ برای همکاری تبدیل شده. اساس کلی هیت رکورد اینه که مردم با هم یه چیزایی بسازن. مردم یه سری پروژه شروع میکنن و با کمک همکارایی که پیدا میکنن تمومش میکنن. روی یه پروژه ممکنه صدها نفر کار کنن و روی پروژه هم فقط چند نفر. و این مسئله در دنیایی که همه از هم دور شدن، بار معنایی بیشتری برای جوزف پیدا کرده. فکر میکنم خیلی از ما روی اینترنت دنبال رابطه انسانی میگردیم، اما خیلی وقتا روابط اینترنتی خیلی کوتاه، پراکنده و بی‌ارزشه. میدونی رسانه اجتماعی میتونه این شکلی باشه و وقتی داریم با یکی دیگه یه چیزی درست میکنین، تعاملتون اصولاً جزئی و ظریف‌تره، طولانی مدت‌تره، هدف مشترکی دارین، دوست دارین اون مشکل و مسئله رو با هم حل کنین و با هم یه چیزی بسازین. و برای همین فکر میکنم هیت رکورد چیزی رو که خیلی از ما از جمله خودم لازم داشتیم فراهم کرده. گوردون لویت در سال 2016 در نقش ادوارد اسنودن، افشاگر معروف NSA ظاهر شد. تجربی که برای همیشه روش تأثیر گذاشت. Deputy Director of the NSA offered me a new position. Can you tell me anything about it? فکر میکنم بزرگترین مشکل راهیه که بعضی از این کشورها از طریقش با فناوری پول در میارن. همون چیزی که بهش میگن مدل تجاری. یک خدماتی رو به شما رایگان ارائه میدن و در عوضش یه جورایی از مردم جاسوسی میکنن و کلی اطلاعات جمع میکنن. فکر میکنم این یه جورایی برای خلاقیت مثل سمه. وقتی در همون ابتدای مسیر شما به این فکر میکنین که این کار چند تا دنبال کننده برام میاره، یا آیا رو توییتر ازش استقبال میشه، یا این کار چند تا لایک میخوره، اصلا اتفاق خوبی نیست و این سوال هایی نیست که درست در اوج بیان خودتون باید بهش فکر کنین. اما با ادامه تسلط کووید 19 بر زندگی همون و تبدیل شدن فاصله گذاری اجتماعی به بخشی از زندگی عادی جدید،
شروع مجدد تولیدات سینمایی و تلویزیونی تا چه اندازه برای هالیوود سخت خواهد بود. راستش اینقدر سوالای مختلفی هست که نمیشه به راحتی پاسخ داد، اما یکی از چیزهایی که داره مرسوم میشه استفاده از نوعی صحنه‌های مجازی موقع فیلمبرداریه. حالا میخواد با پرده سبز باشه یا فیلمبرداری جلوی دیوارهای بزرگ LED. Motion capture, all these new technologies, ways to make. و ضبط حرکت. این فناوری‌های جدید امکانات جدیدی برای ساختن فیلم به شما میدن که با روش سنتی ساخت فیلم که رفتن سر صحنه و فیلمبرداری بود فرق داره. حدس میزنم که وضع فعلی این روند رو تسریع بکنه. اما راستش فکر میکنم که ما بالاخره راهی هم برای فیلمبرداری به روش قدیمی پیدا میکنیم. آیا فیلم کمتری ساخته خواهد شد؟ نمیدونم. همه دوست دارن همچنان یه چیزی بسازن. شکی نیست که شما شاهد یک کاهش خواهید بود که ناشی از این واقعیت که همه چیز باید در دو سه ماه گذشته تعطیل میشد. در اوج همه‌گیری کرونا اینجا در بریتانیا، مردم هر پنج شنبه ساعت 8 در و پنجره خونه‌شون رو باز می‌کردند و با جیغ و کف و سوت و هورا کادر درمانی رو تشویق می‌کردند. در همین راستا در شهر برایتون در جنوب انگلستان مردم با چنین تصاویری مواجه شدند. گفتم امتحان کنم ببینم بعضی از لیزرهام رو ببرم روی پشت بوم باهاش چی میتونم بزنم. سبلی دولیل لیزرکار حرفه‌ایه. فقط اینو بگم که قبل از اینکه اینجوری محبتش رو به نظام درمانی بریتانیا نشون بده، از پلیس و متولیان هواپیمایی بریتانیا اجازه گرفته بود. یه رقصم طراحی کرده بود که مردم با گوشیاشون لیزرها رو هدایت میکردن و رقصنده ها بداهه حرکاتی میکردن که لیزرها رو دنبال کنه. بخش بزرگی از کار سب اجرای نمایش لیزری در جشنواره های شهرهای مختلف بوده. اما حالا که تعداد زیادی از مردم نمیتونن دور هم جمع بشن، معلوم نیست جشنواره نور هم برگزار بشه و این یک فکر بکر به ذهن سب انداخت. اسمش رو گذاشتم شهر نورهای لیزری. فکرم اینه که بزرگترین لیزرهای موجود رو ببرم، حداقل 30 وات توی نقاط تاریخی شهر کار بذارم رو به آسمون. قسمت جالبش اینه که اختیار لیزرها رو میدم به ساکنان هر شهر. یعنی مردم با موبایل هاشون لیزرها رو کنترل میکنن. هر کی بخواد میتونه بره توی وبسایتم و با انگشتش این رشته های عظیم نور رو حرکت بده. چنین نمایش نوری با هر محدودیت قابل اجراست. مردم هم هر جا باشن میتونن تماشا کنن. از پشت پنجره، از تو حیاط، از پیاده رو. و سب امیدواره که یک روز اینجور نمایش ها با نور جایگزین سرگرمی هایی بشه که به نظر او دیگه دورانش به سر اومده. آتش بازی قشنگ و نورانی و پرزرق و برقه، ولی فناوریش مال صدها سال پیشه و این دور زمونه به دلایل مختلف مشکل زاست. اگر حیوان خونگی داشته باشی متوجه میشی. اگه به سگ راهنمات وابسته باشی که خیلی به مشکل برمیخوری. مثلا شما فرض کن یه سرباز کهنه‌کار که بعد از جنگ مشکلات روحی داره و تازه همه اینها به غیر از نگرانی‌های محیط زیسته. به نظرم تنها علتی که هنوز آتش‌بازی برقرار اینه که گزینه‌ای به این پرنوری و درخشانی و اینقدر در دسترس نداشتیم. ولی الان دیگه این استدلال جواب نمیده، برای اینکه لیزر و LED خیلی پرنور داریم. قرنطینه باشه یا نباشه، هیچ بعید نیست که سر و کله نمایش نور سب هر جایی پیدا بشه. البته بعضی از نورهای خیلی خاصش رو ممکنه هر جایی نبره. خب به پایان یکی دیگه از برنامه کلیک رسیدیم. تکرار این برنامه رو در وبسایت ما ببینید به نشونه bbcpersian.com/click یا از طریق یوتیوب BBC فارسی تماشاش کنید. با ما در تماس باشید از راه ایمیل persianclick@bbc.co.uk و از راه توییتر با شانس persianclick. ممنون از همراهی شما. تا برنامه بعد، بدرود و خدا نگهدار.